۲۸ شعبان المعظم، سار روز ارتحال عالم مجاهد و مرجع فقید، مرحوم آیت الله لزما سید مهدی حسینی شیرازی، مشهور به میرزا مهدی شیرازی است. به گزارش همکارم سعید بهاریدن در زمین توجه فرمایید. مرحوم آیت الله العظما سید میرزا مهدی شیرازی در سال 1304 قمری در شهر مقدس کربلا متولد و به سال 1380 قمری در همان شهر از دنیا رفت و در کنار جدش حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام به خاک سپرده شد. آن مرحوم در کودکی پدرش مرحوم میرزا حبیب الله شیرازی را از دست داد و تحت تکفل مادر و برادر بزرگترش سید عبدالله به رشد و تحصیل علم پرداخت. تحصیلات مقدماتی را ابتدا از حوزه علمیه کربلا آغاز نمود و سپس به سامر را و کازمین رفت و نهایتا به حوزه علمیه نجف اشرف پیوست و 20 سال در آنجا به تحصیل علم و دانش پرداخت. پس از هجرت استادش مرحوم آیت الله العظما سید حسین تبایی تبا قومی از شهر مقدس کربلا به نجف اشرف مرحوم میرزا مهدی شیرازی به کربلا بازگشت و کرسی تدریس خود را تا پایان عمر در این شهر برپا نمود از دیگر اساتید آن مرحوم میتوان به میرزا محمد تقی شیرازی مشهور به میرزا شیرازی دوم میرزا علی آقای شیرازی آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه مرحوم سید محمد کاظم تبایی طب یزدی صاحب عروت الوسقا و شیخ محمد حسین نائینی مدافع مشروطه اشاره کرد پس از درگذشت مرحوم حاج آقا حسین قومی مرجعیت ایشان به رسمیت شناخته شد و در حالی که مرحوم آیت الله العظما سید حسین بروجردی در ایران مرجعیت عام محسوب میشد مرحوم میرزا مهدی شیرازی نیز در عراق پس از مرحوم بروجردی مرجع عام شیعیان به حساب می آمد. اما چند ماه پیش از فوت مرحوم بروجردی به دیار باقی شتافت فقیه مجاهد مرحوم میرزا مهدی شیرازی در کنار فقاهت و مرجعیت در مبارزه حق طلبانه مردم عراق علیه استعمار بریتانیا هم فعال بود. ایشان دوشا دوش رهبر این انقلاب و استادش مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در انقلاب 1920 عراق مشهور به صورت الاشرین از حقوق مردم در برابر استعمارگران بریتانیا دفاع کرد. همسر آن مرحوم نوه میرزای شیرازی بزرگ بود که حاصل این وسلت از فرزندان ایشان مرجع فقید مرحوم آیت الله العظمه سید محمد شیرازی و مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمه سید صادق شیرازی را میتوان نام برد که هر دو بزرگوار در محضر پدر به تحصیل علم و فقاهت پرداختند. آن مرحوم شاگردان زیادی را در حوزه کربلا تربیت و به جامعه روحانیت شیعه تقدیم کردند که از جمله ایشان میتوان به سید کازم قزوینی حائری، سید عبدالحسین قزوینی، سید عبدالحسین خردمند، سید مرتزا تبا تبایی، شیخ محمد کرباسی و شیخ عبدالرحیم قومی اشاره کرد. از مهمترین آثار مکتوب مرحوم میرزا مهدی شیرازی میتوان به شرحی ناتمام بر عروت الوسقا رساله هایی در مباحث اصول، رساله ای در فقه امام رضا علیه السلام، رساله ای در جفر، اجوبت المسائل الاستدلالیه، تعلیقه ای بر وسیلت و نجات مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و بدایت الاحکام اشاره کرد. روحش شاد و یادش جاودان سعید بهاری اخبارشیه